الله الرحمن الرحیم بینندگان و علاقمندان برنامه رمضانی رای حق از شبکه جهانی رادیو تلویزیون آینه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وقتتان بخیر امیدوار هستم صحت و صحتمندی و عافیت برتن داشته باشین و رمضان خوب و خوشی را در حال سپری کردن باشین و بقیه هم برتان خوش بگذره خوش باشین و خداوند متعال طاعت و عبادت و بندگی مان مقبول و منظور بگردانه باز هم در سلسله برنامه های ما با یک موضع خیلی عالی در خدمتتان قرار داریم امروز هم موضوع برنامه ما در رابطه به رمضان و جایگاه وقف در اسلام که وقف در اسلام از چه جایگاه برخوردار می باشه و همچنان وقف با رمضان چه ارتباطی داره بله بدون شک یکی از عوامل مهم شگفایی فرهنگ و تمدن اسلامی تجلی روحیه انفاق، ایثار، فداکاری و نیکوکاری در قالب سنت وقف بوده است. تاریخ و فرهنگ دین مقدس اسلام با وقف و خیراندیشی واقفان و بیداردلان درآمیخته است که نامشان را در صفحه ایثار و رادمردی و خودگذری و سخاوت رقم زدند. بلی اصولا وقف می تواند راهگشای حل اکثر مسائل و مشکلات و نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد. در رابطه با موضوع امروز هم مهمان ویژه برنامه ما استاد نورالله غفوری رئیس اوقاف وزارت ارشاد حج اوقاف در برنامه با ما هستند. امیدوار هستم که برنامه ما را تمنای همراهی شما را می داشته باشیم برنامه را تعقیب بکنین و از این موضوع که وقف چی هست از وقف آگاهی پیدا بکنیم که وقف در اسلام از چی اهمیتی برخوردار می باشه و همچنان بینندگان گرامی می تانین که با شماره تماس 0730-622-732 که در صفحه تلویزیون تان همکارای ما به نمایش گذاشته میتونین که تماس بگیرین و در رابطه با موضوع وقف سوالاتی دارین میتونین از جناب استاد بپرسین و پاسخ سوالتان دریافت بکنین و در زمانی که تماس میگیرین موقعیت تماس تان رو همچنان صدای تلویزیونای تان پخش بکنین تا اینکه ما بتوانیم صدای تان خوبتر و بیشتر بشنویم استاد خوش آمدین در برنامه بسیار سپاسگزار هستیم که بالاخره در ناوقتی ما شما را خبر کردیم و دعوت ما را پذیرفتین و امروز حضور شما را در برنامه داریم بخیر باشین سلامت باشین ما هم سلام و احترامات خدا به خدمت شما همکاران شما و تمام هموطنانی که از طریق صفحه تلویزیون ما را تماشا میکنند تقدیم میکنم بسیار زود تشکر استاد در نخست میشه بگین که وقف و جایگاه آن در اسلام از چی قرار است بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرشدنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وصلى الله تعالى على هذه الأمة ومزيل الغمة ومبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة حبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له خداوند را سپاس گزار هستیم که ما را در جامعه اسلامی و در خانواده اسلامی آفرید و توفیق بخشید که ما معتقد به اسلام باشیم همانطوری که ما میدانیم یکی از اهداف خلقت انسان آزمایش، امتحان و ابتلای از او در دنیا هست بله. خداوند می فرماید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا خداوندی که زندگی و موت را آفرید تا ای که آزمایش کند انسانها را که کدام یکی از آنها نیکوکار و کدام یکی از آنها زشتکار هستند بناهن زندگی معامله اخروی انسان با زندگی انسان استوار است. انسان در دنیا هر کاری نیکو انجام میدهد پاداش او را در آخرت دریافت میکند. خداوند میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره هر انسان به هر اندازه کار نیکو در دنیا انجام میدهد پاداش او را در آخرت دریافت میکند و به همین ترتیب اگر کار زشت و کار گناه را انجام می دهد جزای او را هم در آخرت خداوند برش اعطا می کند
بسیار زود سپاس استاد. تماس داریم همکارا؟ هیچ صحبت ها ادامه پیدا کنه؟ همان طوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که بنی آدم زمانی که وفات می کند نامه اعمال از او بسته می شود و تمام کارهایی که او باید در زندگی خود انجام می داد تا مقطع زندگی از او تا مقطعی که او وفات می کند تا او مرحله می باشد، مگر سه چیز هست که بعد از وفات از او هم اجر و پاداشی از او در میزان حسناتی از او اضافه می شود. اولیش صدقه جاریه است، دومش انسانی که وفات می کند از خود اولاد صالح بجا گذاشته باشد که برای والدین خود، برای پدر مادر خود بعد از وفات از آنها برایشان دعاگو و در بعد از آنها کار خیر را انجام بدهد. و سوم علمی است که انسان در جامعه بجا میگذارد و بعد از وفات انسان مردم جامعه، افراد جامعه از علمی از او بهره میبرند و مستفید میشوند. این سه کاری است که حتی انسان اگر وفات میکنه، بنی آدم وفات میکنه، بعد از وفات از او هم اعمال حسنه ای از اینها در مقابل انجام کارهایی که او در زندگی خود انجام داده بعد از وفات از او هم برشان اجر و پاداشش میرسه. از این خاطر یکی از راههایی که به عنوان صدقه جاریه از انسان میمانه وقف است. وقف یعنی انسان در زندگی خود کاری را انجام میده که بعد از وفات از او هم اجر و پاداش از او دوام پیدا میکنه، مادامی که تا وقتی که امو ملکیت یا جایداد یا چیزی را که انسان وقف کرده او بقا داشته باشه، از او مردم استفاده بکنه، اجر و پاداش از او بر انسان میرسه. استاد، زمانی که میبینیم وقف در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار می باشه و همچنان اهمیت خاصی را داره و همچنان یک صدقه جاریه بزرگ در اسلام خوانده شده، پس میشه بگین که هدف از صدقه جاریه چیست و راهای رسیدن به صدقه جاریه چی میتواند باشه؟ صدقه جاریه مرکب از دو کلمه است، صدقه و جاریه. بله، خود صدقه، معنای صدقه عبارت از انجام کار نیکویی که انسان به وسیله از او تقرب خداوند را جستجو می کند. زمانی که از مشرکین پرسیده شد که شما چرا بت‌ها را پرستش می کنین، آنها می گفتند که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اینها وسیله قربت ما به نزد خداوند می شود. کلمه دوم جاریه هست که جاریه به معنای دوام، مداومت یا مستدام بودن یک کار است. بنابراین معنای ترکیبی صدقه جاریه عبارت از انجام کاری که بعد از وفات انسان هم او دوام داشته باشه و هدف از انجام از این کار تقرب و نزدیکی خداوند، رضایت خداوند منظور باشه. بسیار زود سپاس استاد. پس از صدقه جاریه تعریفی از شما داشته میشه که بگین راههایی که ما به صدقه جاریه ما را نزدیک میسازه برسیم چی میتونه؟ بله، یکی از راههایی و نمونه های بارز و یکی از راههایی که در او صدقه جاریه بیشتر تحقق پیدا میکنه وقف است. بسیار سپاس. تماس داریم استاد. بله، سلام علیکم و رحمت الله. تماس موقت شد استاد، میتونید صحبتتان ادامه بدید؟ بنابراین میپردازیم به تعریف وقف. کی وقف چی را میگه؟ تعریف وقف چی است؟ فقها در تعریف وقف اقوال و نظریات مختلف دارند که یکی از بارزترین و مشهورترین تعاریفی که در وقف ارائه شده عبارت از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن در امور خیریه هست. حبس مال از تصرف مالکانه به چی مفهوم؟ یعنی انسان زمانی که یک جایداد خود، یک ملکیت خود، یک مال خود وقف میکنه، باید هر نوع تصرف در او را منقطع بسازه، محبوس بسازه، متوقف بسازه. یعنی به این معنا که بعد از تطبیق حکم وقف بالای ملکیت هیچ کس حق خرید و فروشی او را نداره، هیچ کس حق هبه و بخششی از او را نداره و هیچ کس حق بعد از وفات واقف به میراث برده نمیشه این ملکیت، بلکه عین ملکیت بقا و دوام پیدا میکنه، ولی منافعی از او
و محصولاتی از او، عوایدی که از او ملکیت، از او مال، از او مال موقوفه به دست می آید، ای در امور خیریه به مصرف می رسه و تا وقتی که ملکیت وجود داره امی کار دوام پیدا می کنه و اجر و پاداشش برای صاحبش مواصلت می ورزد. ای منحصرا به تعریف وقف است که فقها بیشتر به ای تأکید دارن. بسیار سپاس. استاد، خوب حالی فهمیدیم که وقف مثلا از خود یک تعریف و تعریف خاص داشته و همچنان هدف از وقف چی است که شما در او پرداختین. حال میشه بگین که وقف در اسلام جواز داره یا خیر؟ اگر جواز داره، دلیل مشروعیت برای وقف چی است؟ وقف به قرآن، حدیث و اجماع ثابت است. دلیلش از قرآن خداوند می فرماید که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شما به کارهای نیکو نائل نمی آید مگر این که تا این که از آنچه که شما دوست دارین برای خدا به مصرف برسانید. و در جای دیگر می فرماید که وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. هر آن چیزی که به عنوان توشه آخرت شما در دنیا برای خداوند تقدیم میکنید، در نزد خدا در روز آخرت او را دریافت میکنید. که از این مفسرین میگه که این آیت ها دلالت به وجود به جواز وقف میکنه و همچنان ده ها آیت دیگر وجود داره که انسان را تشویق و ترغیب به کارهای خیر میکنه. در ضمنش حدیث که قبلا اشاره شد و مشخصا حدیث دیگری که دلالت بر وقف میکنه، زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به مدینه وارد شدن، در اونجا به قلت آب مواجه بودن. آب گوارا یا آب شیرین خوشمزه در مدینه وجود نداشت، به کمبودی از او مواجه بودن، بلکه آبهای شور یا طعم مناسب که نداشت ای فراوان بود. در مدینه یک بئر به نام بئر رومه وجود داشت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من یشتری لی بئر رومه. کی است که بئر رومه را خریداری میکنه و او را از پول شخصی خود خریداری میکند و در اختیار مسلمانان قرار میدهد؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که در مقابلش من به یک چاهی که در جنت است بشارت میدهم. در مقابل چاهی که در اختیار مسلمانان در اینجا در دنیا قرار میدهد، خداوند برش به عنوان پاداش در بهشت و در جنت یک چارا بشارت می دهد. باز عثمان رضی الله عنه چارا خریداری نمود و امو ظرف یا آلهی که توسط از او آب کشیده میشه او را نصب کرد و چارا به اختیار مسلمان ها قرار داد. همچنان عمر رضی الله عنه زمانی که از غزوه خیبر بر می گردن، در اونجا هم به سهم خود یک باغ بسیار زیبا و قشنگ و بسیار دارای درخت های زیاد بود، به سهم عمر رضی الله عنه به نصیب عظیمی رسد. عمر رضی الله عنه نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم می آید و می فرماید که ما تا امروز به این اندازه مال محبوب و مال زیبا به دست نیاورده بودم و بسیار یک مال زیبا را به دست آوردم. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشوره می خواهد که در قبال عظیمه چی بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برش می فرماید که ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها. اگر خواسته باشی می توانی که اصل مال یا اصل باغ را محبوس نگهداری یا از هر نوع تصرف او را منع کنی و محصولاتی از او، عوایدی از او را می توانی که در راه خدا صدقه کنی. باز عمر رضی الله عنه ایرا به عنوان صدقه جارعه یا به عنوان وقف بالای فقرا، مساکین و کسایی که نیازمند بودن ایرا وقف کردن. همچنان اجماع امت دهی ثابت است که از زمان صحابه، زمان تابعین، فقها تا امروز هیچ نوع خلاف در رابطه به جواز وقف وجود نداره. بسیار سپاس از شما جناب استاد. بینندگان گرامی، موضوع برنامه ما در ارتباط با رمضان و جایگاه وقف در اسلام می باشد. شما می توانید به شماره تماسی که بر روی صفحه تلویزیونتان به نمایش گذاشته شده است تماس بگیرید، در ارتباط با موضوع کدام پرسشی داشته باشین از برنامه ما پاسخ سوالتان دریافت بکنید. شماره تماس برنامه ما 0730-622-732 می باشد. استاد، زمانی که از جواز وقف در اسلام شما با خبر ساختین که واقعیت
وقف در اسلام یک اصل بوده است. بله. و همچنان گفتین که دلیل مشروعیت وقف گفتین که از دیدگاه قرآن و حدیث هم ثابت است. پس حالا میشه بگین که نمونه های از مردانی که در اسلام وقف کردن اموالشان را، صدقه جاریه کردن، میشه از او اشخاص نام ببرین که چگونه ایثار و فداکاری اینها در باره وقف داشتند؟ قبلا اشاره شد که عثمان رضی الله عنه بئر روما و بئر معونه بسیار کارای خیری که عثمان رضی الله عنه به عنوان صدقه جاریه انجام داده در احادیث و در کتب سیرت برای ما قابل مشاهده و دریافت می شود. و همچنان نمونه دیگری که عمر رضی الله عنه را براتون تقدیم کردم، عبدالله ابن عمر، پسر عمر رضی الله عنه است که او هم یکی از خانه های خود به اختیار محتاجین و مساکینی که نیاز به سکونت دارن و مسکن دارن به اختیار از او گذاشته بود. ابو طلحه رضی الله عنه وقتی که میایتی لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون نازل می شود، او هم یکی از باغهای زیبا و مقبول داشت که رسول خدا احیانا در او باغ رفته از سایه از او باغ، از درختای از او، از آبی از او باغ استفاده میکرد. رسول خدا را فرمود که ابو طلحه رضی الله عنه امی باغ به اختیار خدا و رسول خدا گذاشتیم، از این استفاده بکنین، یعنی وقف کردیم. همچنان زبیر ابن عوام، عبدالله ابن عباس و صحابای زیادی دیگر وجود داره که ما اگر به کشورهای سعودی امروز برویم باغ عثمان رضی الله عنه، باغ وقفی عثمان رضی الله عنه امروز هم وجود داره که محصولاتی از او و عوایدی از او در امور خیریه برای فقرا و مساکین و راه های خیری که شریعت برای از او پیش بینی کرده محصولات از او به مصرف میرسه. و به این شکل نمونه های بسیار زیاد وجود داره که بعد از او هم صحابه، تابعین، فقها اینا به امور وقف و به فرهنگ وقف اعتقاد داشتن و به این کار وقف را عملی میکردن. بسیار تشکر استاد. میم در بخش فرهنگ وقف، آیا فرهنگ وقف صرف مختص به اسلام بوده است یا در ادیان مختلف یا در ادیانی که تیر شده است این فرهنگ وجود داشته؟ بله، فرهنگ وقف تنها منحصر به اسلام نیست، بلکه فرهنگ وقف در ادیان گذشته و در نظام های گذشته نیز وجود داشته. اگر ما مصر قدیم را مطالعه کنیم و داستانهایی که در قرآن کریم و در سیرت برای داستانهای مصر قدیم ذکر شده، در اونجا هم نمونه های از وقف به نظر می رسد که مردم در زمان فراعنه مردم جایدادها، ملکیتها، زمینهای خود وقف معابد زمان می کردن که از او افراد و اشخاصی که متعلق به معبد بودن و به کسایی که در خدمت معبد بودن می توانستن که از این استفاده بکنن و غیر از او دیگه کسی حق استفاده از او را نداشت. همچنان در کتب سماوی تا آسمانی، تورات و زبور هم ما احکام متعدد وجود داره که در اونجا هم دلالت یا پیروان خود امر به کارهای خیر و انجام کارهای خیر و دستگیری فقرا و مساکین و اشخاصی که مستمد و ناتوان و بیچاره هستند امر میکند پیروان خود که به کارهای خیر اقدام بورزند. از این خاطر اسلام فرهنگ وقف را به عنوان مصالح مرسله نه تنها از این که تأیید کرده بلکه پیروان خود را هم تشویق و ترغیب کرده باید. که به این فرهنگ متوسل شوند و این فرهنگ را احیا بسازند. بسیار زیاد سپاس استاد. زمانی که گفتین فرهنگ وقف به جز اسلام در ادیان مختلف هم وجود داشته، بعد اسلامی فرهنگ عام ساخت که وقف از جایگاه خاصی برخوردار بوده است، حال میشه بگین که آیا وقف یکی از راه های حل مشکل اقتصادی جامعه پنداشته میشه یا میتوان گفت وقف راهگشا برای مشکل اقتصادی جامعه است؟ بله، اسلام یک نظامی کامل و شامل است و ابعاد زندگی انسان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و احکام و دساتیر مشخص در یک قسمت اسلام به پیروان خود دستور داده است
که از او جمله یکی هم برای حل مشکل اقتصادی یک جامعه است. اسلام برای حل مشکل اقتصادی جامعه 4 عنصر را پیش بینی میکنه یا پیشنهاد میکنه که اولش اسلام پیروان خود تشویق و ترغیب به کار میکند، یعنی از سستی و تنبلی و ناکارگی منع میکند. خداوند میفرماید هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و الیه النشور، آن ذاتی که زمین را هموار و قابل راه رفتن و قابل کار کردن آفریده است، شما بناهن در این زمین راه بروین، تلاش کنین، زحمت بکشین و سعی بکنین و رزق خداوند و فضل خداوند، روزی خداوند را شما تلاش بکنین. و همچنان در آیه دیگر میفرماید که زمانی که فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، زمانی که وقت عبادت تمام میشه. تشکر و سوال داریم. تماس داره. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر محترم خوش آمدین. اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ صدایتان را صحیح بکنین. اسمتان از ولایت کاریاب ولسوالی گرزوان. اسمتان؟ اسمم جمال الدین از ولایت کاریاب ولسوالی گرزوان. خب بفرماین پرسشتان. میخواستم در باره از پرسان کنم، خاطر از اینکه یک نفر امسال عزم رو میگه که خودش بسیار فرمشار وقت دیره، میگه $100 $100 چیز بکنم. پرسشتان دوباره بکنین، صدایتان بسیار بلند است، صدایتان کم پخش کنین. بلی؟ صدایتان بسیار بلند است، کم ذره صدایتان تنظیم بکنین. من میخواستم در باره عد پرسان کنم. بفرماین. یک نفر امسال عربستان میرفت که پیسر امسال تاول میتونه $300 رشوت بیتون، مگه این همی کی رقم میشه نمیشه؟ خاطر این مطلق در پرسان کنم از شما. خب سوال تان همی بود، دیگه سوال ندارین؟ دیگه سوال این همی بود، دیگه اگر تو دیگه که اره پیسر دیساد افیاد لگه افغانی سیساد یک نفر میتون پیسر برای من، ما پیسر در مایمانه دازم میتون پیسر در بازار بازدامه اوانه میتون نمیتونم که مرام میتون نمیشه. دوباره تکرار کنین همکارا صدای ما که پخش کنین. ما دم از یک نفر میاد لگه افغان پیسه میتیم دوانو دارا که میمنه باز پیسر در مزار بمی میتیم سی سر اضافه میتیم نمی عرام میشه حلال میشه. درست است. سوال دوم تانا نفهمیدیم، سوال اول تانا منتظر پاسخش باشین، چون که مشکل تکنیکی فکر میکنم وجود داره، صدای تان صحیح شنیده نمیشد. در ارتباط با پرسش اولتان انشاءالله که ظهیرالدین جان استاد پاسخ میده برتان، امیدوار هستم که منتظر باشین. استاد، برادر ما تماس گرفته بود، گفتن که کسی که حج میره، مثلا به حج رفتن با کسایی که مثلا زمینه حج رفتن فراهم میکنه رشوت میده، مثلا $200 $300 گفت رشوت میده، آیا این حج درست است؟ خب هرچند موضوع خود از بحث ما بیرون است، ولی می خواهیم که را به خدمت دوست ما برسانم که حج خودش یک کار نیکوست. بله. یک فریضه است. زمانی که ما نیت به انجام یک فریضه می کنیم، شرایط خاص خود داره. اگر ما شرایط از او را متحقق هستیم، به شرایط از او توانایی مالی هم داریم و توانایی جسمی هم داریم، وقتی که شرایط حج را ما برابر کردیم، یک سلسله اجراءات داخل کشور وجود داره که ما پابند به او اجراءات باشیم، به خاطر ایجاد نظم در امور پیشبرد امور پروسه حج است. اگر قرار باشه که یک تعداد از دوستا یا هموطنان ما پیدا میشن که از زمو جایگاه خود سوء استفاده میکنن، که من فکر نمی کنم امی قسم یک وضعیت موجود باشه، ولی باز هم انسان است، گفته نمیشه، و اگر وجود داشته باشه بهتر است که دوست ما پرهیز کنه. تا جایی که ما معلومات داریم، سیستم پیشبرد پروسه حج در وزارت ارشاد حج اوقاف به شکل ثبت نام است که هر کس پیش آمده و مقدم از دیگران آمدن ثبت نام کردن، به اساس نوبت سهمیه حجاج ازیا تقسیم بندی شده و سهمیه بندی شده. بنابراین
کسی اگر شما را فریب میده به عنوان از اینکه بیاین پول بپردازین به هر مقداری که باشه، زیاد باشه کم باشه، میخواهیم که سهمیه بر شما، شما را شامل سهمیه بسازیم، این قسم یک وضعیت خوشبختانه در وضعیت فعلی وجود نداره. اگر بالفرض به میان میایه، بهتر است که دوست ما از راه های اصولی، راه های قانونی که در قانون و در مقرره حج برشان پیش بینی شده، از او راه پیش بروان و از ارتکاب گناه و معصیت اجتناب بورزن. بسیار زیاد سپاس، امیدوار هستیم برادرمان پاسخ سوال چون دریافته باشه. بله، تماس داریم، فکر کنم. بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر محترم، خوش آمدین در برنامه. از کجا تماس گرفتین؟ اسم مبارکتان. تشکر. زنده هستین. تخار. اسمتان؟ تخار. بفرماین سوالتان بگین برادر محترم. تماس موقت شد. استاد، میایم در ارتباط به موضوع، در ارتباط موضوع خدمتون عرض داشتیم که وقف هم یکی از راه‌های، یکی از وسایل یا ابزاری است که برای مشکل اقتصادی ما رسیدگی میکنه. همانطوری که گفتیم، اسلام چند عنصر برای حل مشکل اقتصادی برای نظام اسلامی و برای جامعه تقدیم میکنه که اولش کار بود، انسان ها را تشویق به کار کرده بود. آیاتی که خدمتتون عرض کردم، رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که والذی نفسی بیده لأن یأخذ احدکم حبله فیحبطه علی ظهره خیر له من ان یأتی رجلا فسأله اعطاه او منعه. قسم به ذات خدا، یکی از شما ریسمان کاری خود بگیره و بره و در بازار، در هر جایی که زمینه کار مساعد است، یعنی کمر همت برای کار ببنده، هدف حدیثی است که برود و تصمیم کار بگیره، کار بکنه. این بهتر است برایش که رفته سوال کنه و گدایی کنه، ممکن کسی برش چیزی میدهد یا نمیدهد. تشکر. تماس داریم. ایروانی. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدین برادر. اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟ شهریار هستم. از آلای زوزه شما رو زحمت دادم. شهریار جان، از کجا؟ از آلای زوزه شما رو زحمت دادم. بفرماین سوال تان مطرح کنین. سوال ما یک سوال بود، دوست ما عملی بود دیگه، مثلا نصار میکشید، اما این امروی نصار روزه را بگیرم میکن یا نمیکن؟ میکن که در رابطه از نسوار در روزانه استفاده میکنه یا از طرف شب استفاده میکنه؟ نه، مثلا میگه که می از طرف روز مثلا کیچ که میگیرم از طرف روز استفاده کنم، فرقی هم میکنه که شب استفاده کنم. فرقی درست است. درست است. میشه، ما انشاءالله کوشش میکنیم که پاسخ قناعت بخش استاد برتان بودن. سلامت زنده باشین. بخیر باشین. وقتم بخیر. در قسمت استفاده نسوار در حالت روزه بود غالبا سوالشان. خود طبعا این مثل امو سوال برادر قبلی ماست که کار خیر با کار گناه میخوان که آمیزش بتن یا آغاز کار خیر با کار گناه بکنن. حکم استفاده مسکرات خو واضح هست در اسلام، مشخص هست که حرام است. بناهن انجام کار حرام در حالت روزه، که روزه، مفهوم روزه، معانی روزه یا مقاصد روزه خودش هم اجتناب از کارهای زشت، اجتناب نه تنها به خوردن و نوشیدن منحصر نمیشه، امساک از خوردن، نوشیدن و از هر نوع ارتکاب معاصی. این مفهوم کلی روزه هست که یکی از مفاهیم عامش امساک از طعام و شراب است. بناهن در پهلوی از این که ما از تمام انواع محرمات، گناه ها، از اعمال زشت باید اجتناب بکنیم، باز در قسمت استفاده مسکرات که او هم نسوار باشه یا شراب باشه یا افیون باشه، تریاک باشه، با تمام انواعش در حالت روزه، اینا از نواقض روزه حساب میشه که روزه را نقص میکنن اگر قصدی باشه. قصدی باشه کف بالای از اینا، یعنی قضا که دو ماه
پی در پی متواتر باید روزه بگیرن و اگر غیر قصدی باشه، اشتباهاً باشه و چی باشه، باید کفاره یا یک روزه را چیشه بجا بیاورن. بسیار تشکر برادر عزیز ما شهریار جان، امیدوار هستم که پاسختان دریافته باشین و همچنان بینندگان عزیز، این ما فرصت است که ما بیایم همه از این موضوعات خود خلاص بکنیم. بیایم، یک فرصت بزرگ است که چی برادرایی که سیگریت استفاده میکنن یا ناس استفاده میکنن، همچنان مواد مخدر در جمع مواد مخدر محسوب میشه اینا همگیش، یا شراب است یا چرس است یا ناس است، هر چیزی که است. بینن این ما فرصت است که ما توقف بتیم، بس بکنیم، دیگر باز نگردیم به این چیزا، چون که به جسممان ضرر میکنه، به صحتمان ضرر میکنه و همچنان این غیر از این که به صحت و جسممان ضرر میکنه، همچنان به اطفال هم ضرر میرسانه، در داخل خانواده به اطفال هم مضر تمام میشه. بینن فرصت است که همگی ما باید از این موضوعات باید خود کنار بگیریم و از این موضوعات باید خود دور بگیریم. استاد، میشه بگیم که اولین وقف در اسلام کدام وقف است؟ اولین وقف در اسلام وقفی است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم اساس و بنیانی از او را گذاشت. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم حوایط سبعه، یعنی هفت باغ بزرگ یا بستان بزرگ، باغ بزرگ را رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقف کرد، اولین وقف در اسلام بود. شخصی به نام مخیریق وجود داشت که رئیس قبیله بنو قینقا بود. او هفت باغ یا می حوایط سبعه را به رسول خدا صلی الله علیه وسلم وصیت کرد و مخیریق در سال سوم هجری وفات میکنه. بعد از او، یعنی وصیت از او تنفیذ پیدا میکنه و این باغ ها مربوط به رسول خدا صلی الله علیه وسلم میشه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم امی هفت باغ در سال سوم هجری به وقف میکنه و تولیت از ایره به عهده حضرت فاطمه سیدت نساء اهل الجنه به عهده از او میگذارد و به این ترتیب بنیان و اساس وقف را میگذارد. بسیار سپاس. استاد، اولین مسجد در اسلام مسجد قبا بود. آیا این مسجد وقف شده بود؟ چطور استاد؟ اولین مسجد مسجد در اسلام مسجد قباست. بله، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میاد در اونجا چند روزی که در قبا مسکن گزین میشه، تقریبا ماما خیل های رسول خدا در اونجا بودن. رسول خدا در اونجا مسکن گزین میشه و غالبا اولین جمعه بود که در اونجا رسول خدا ادا میکنه. و او مسجد دوخ به این شکلی که ما میبینیم به این شکل نبود. البته پسان در اوجه و آلخ بسار به شکل پیشرفته و بسار به شکل یک توسعه بسار بزرگ در اوجه آمده. در قسمت مساجد باید خدمتان عرض کنم که باز میشه که در انواع وقف اگر ما بحث داشته باشیم که وقف موقت و وقف مؤبد وجود داره. میشه بفرمایید که در اینجا هم که در انواع وقف اگر ما بحث بکنیم، وقف یکش وقف خاص است و یکی وقف عام است. وقف خاص او وقف میگه که جهتی از او مشخص باشه، جهتش معین باشه. اگر جهتش معین است، گاهن با وقف عام به این تفاوت وجود می داشته باشه که در وقف خاص جهتش معین و محصور می باشه. به ذات خود وقف عام است، ولی در محصور بودنش وقف خاص است. مثال، یک شخص یک ملکیت خود، محصولات زمین خود یا مارکت خود یا یک جایداد خود وقف برای شفاخانه ها میکنه، وقف برای مکاتب میکنه، برای مدارس میکنه، برای یتیم خانه ها میکنه. این در ذات خود، در ذات خود نسبت به دیگه اجناس خاص است، ولی در جنس خود باز عام است. تمام شفاخانه ها، تمام یتیم خانه ها، تمام مدارس، تمام مکاتب میتونه از محصولات از استفاده بکنه. تشکر استاد، تماس داریم، فکر کنم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدین برادر محترم، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ صدای تلویزیونتان پخش بکنین، صدای تلویزیونتان میه.
دوستای عزیز، زمانی که تماس میگیرین صدای تلویزیون هایتون رو پخش بکنین، چون انعکاس پیدا میکنه ما نمیتونیم صدایتون رو بشنویم. میرسیم آستایسته به لحظات اخیر برنامه. فکر کنم میشه یک جمع‌بندی از این موضوع داشته باشیم از شما. خب فرصت کم بوده، چون با احکام و شرایط و وقف ابعاد مختلف در جامعه داره و اثر مثبت، و قبلا هم اشاره کردیم که برای حل مشکل اقتصاد جامعه، برای از بین بردن فقر و بیچارگی جامعه، یکی از عناصری که این مشکلات مرفوع میسازه وقف است. خوبی های وقف همی است که ملکیت از هر نوع تصرف محفوظ میمانه، در امان میمانه، کسی در او تصرف مالکانه نمی داشته باشه، تصرفی از خرید و فروش، بخشش، میراث برده نمیشه، به وصیت داده نمیشه، و بناهم کاری است که به خیر جامعه و شخصی که را وقف کرده، اگر حیات است یا وفات کرده، چون به عنوان صدقه جاریه اجر و پاداش برای شخص و یا برای واقف، مادامی که بقا یا اصل عین یا جنسی که وقف کرده بقا داره، وجود داره و مردم از استفاده میکنه، ثواب و اجر و پاداشش برای فاعل، برای واقف میرسد. از اینکه ماه مبارک رمضان است، در ماه مبارک و در ماه مقدس ما قرار داریم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم سخاوتی از او در تمام ماها بی نظیر بوده، و رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک ذاتی سخی داشت، ولی در ماه مبارک رمضان در احادیث میاد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به مسابه یا به منوال باد جاری سخاوت داشت، که یعنی سخاوتی از او هیچ متوقف نمیشد. از اینکه در ماه مقدس و در ماه مبارک قرار داریم که هر کار خیر، انجام کار خیر، دو چند، سه چند و چند چند اجر و پاداش داره نسبت به دیگه ماها. ما از تمام هموطنان خود خواهش میکنم که در راستای احیای فرهنگ وقف اقدام بکنن و ملکت های خود به مراجع زیربطی که وجود داره یا در هر مرجعی که خودش میخواه وقف بکنن، و در پهلوی ازی بسیار زد. تشکر استاد، وقت من تمام است. سپاس از استاد نورالله غفوری، رئیس اوقاف وزارت ارشاد حج اوقاف، که در برنامه حضور یافتن و پرسش های زیادی بود، اما وقت ما به پایان رسید. بینندگان گرامی، تا برنامه بعد همه شما را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.